سپاس کنم. درود مجدد به عزیزانی که به ما پیوستن. به ما بیشتر از عرض کنم که بیشتر از 25 دقیقه به پایان تازه این رو من اضافه کردم. این بخش سومه. فراموش نفرمایید که 10 به وقت ایران 10 به وقت ایران در واقع 22 شب به وقت ایران روزهای شنبه ما این گفتمان رو خواهیم داشت و به هر حال میدانیم که سر و صداها این چیزهایی که یه پدر یک قسمتهایی از به قول دوست عزیزمون بیادبی هایی که حتی نسبت به اعتقادات نسبت به باورها صورت میگیره و یا کسانی که ادعا دارند میخواهند تغییر ایجاد کنند ما میدانیم شکی درش نیست که مسئولیت بیشتری دارند. بنابراین در کلام نه تنها در پندار بلکه در گفتار و در کردار باید آن لیاقت و شایستگی و فرهیختگی را داشته باشند که بخواهند برای جامعه روشنگری کنند. یعنی روشنفکر وجدان بیدار جامعه است، مسئولیت دارد. در جامعه ما، در جامعه استبدادی ما از دیرباز حداقل بعد از انقلاب مشروطه، چون استبداد که ریشه در هزاران سال تاریخ ما داره، حالا چراییشو اونجا نمی‌بینیم چون خیلی از مطلب دوریم، اما حداقل بعد از انقلابات دموکراتیک در اروپا رخ داده و از مرحله ساختار به اصطلاح استبدادی و یا دیکتاتوری در دوران انقلاب کبیر فرانسه و بعد از آن و در انقلاب آمریکا، ولی یک دوران دیگری، دوران جدید. واقعیت ما نه تنها از نظر صنعتی و اقتصادی یه شاید 100 سالی عقب باشیم این حاکمیت که بیشتر ما را عقب انداخت، اما در این حال هنوز ما یک ساختاری رو داریم که پدران ما 115 سال پیش 120 سال پیش قبل از مشروطه با واقعه رژی خواستند استقلال داشته باشند، عدالت خانه داشته باشند، حتی تقسیمات ایالتی و ولایتی تعیین شده بود که به صورت استانداری در اومد. یعنی پدران روشنفکر ما انقدر شعور آگاهی داشتن و انقدر مردم با آنها بودند که توانستند مظفرالدین شاه قاجار را وادار به امضای فرمان مشروطه بکنند. دریغ که فرزندش با کمک لیاخوف علیه انقلاب مردم، علیه خواست استقلال و عدالت اجتماعی کودتا کرد و درد همچنان بر همان پاشنه میچرخد. همچنان آقای علی خامنه‌ای با یک فرمان میگوید که واکسن نباید از آمریکا و انگلیس ساده شد. به تنهایی با این خودکامگی باعث مرگ هزاران نفر میشه. همین مسئله برجام. فرض محال نیست. فرض محال که ایشان صلاحیت تصمیم گیری را داشته باشند. تخصص داشته باشند. به هیچ گونه روان پریشی در کارشان نباشند. فرض محال. که دیست یک مستبد روان پریش است. ولی فرض کنیم چنین نباشد، دیکتاتور مصلحی باشد که امکان ندارد، خب داشتیم در طول تاریخ البته، ولی دیکتاتوری مصلح نداره. استبداد مستبد مصلح داشتیم، با قدرت یه سری کارها کرده است، ولی منظور این است که در واقع خودکامگی درد اصلی است، چون قدرت را به دست دارد، چون میگوید وارد نکنید. فرض کنید 80 میلیون 70 میلیون هم آگاه باشند و به قول منشه دوست عزیزم دیو درونی و مستبد خود را هم از بین برده باشند، فرض کنید، ولی وقتی که یک نفر این فرمان را میدهد و اجرا میشود هزاران نفر کشته میشود. این است درد ما.
اجازه بدید که آقای صفی عزیزم اجازه بدید با فرهاد عزیز صحبت نکردن، بعد نوبت رو به آقای فرهاد عزیزم میشوفونتون باز کنید بفرمید. در رابطه با چربتی چارچوب هم در رابطه آقای رضای بدیعی عزیز، من یک ثانیه مزایم شما بشم و اون در پا شما به درستی فرمودید، اما دقت بفرمایید در مورد لیاقوف و محمد علی شاه و مظفرالدین شاه. درسته که مظفرالدین شاه اولا که مجبور شد تمکین کنه به انقلاب مشروطیت و در واقع فرمان انقلاب مشروطیت رو امضا کنه و صادر کنه، اما شما دقت بفرمایید وقتی که لیاقوف اومده محمد علی شاه در واقع انقلاب رو به انحراف کشونده به کمک لیاقوف روسی، بنابراین دوباره اینا شکست خورد، اما همون در درون بودن، بازم همون انقلابیون مشروطه بودن که به واقع انقلاب مشروطه رو به انحراف کشوندن. یعنی اجازه بدید که اینو بعداً بحث بکنیم، چون با صحبت شما چیزی به انحراف کشیده نشد، کودتا بود. ولی اجازه بدید که چون نمیخوام بحث دو نفره بشه در برنامه‌های بعدی، آقای فرهاد عزیزم میکروفونتون رو باز کنید. سلام، صدای من میاد؟ بله صداتون میاد، اگر ممکنه با توجه به وقت، چون میخواییم از حمید عزیز هم از حمید خان آصفی هم حتما بشنویم. سلام خدمت دوستان حاضر در استید. راستش را در زمینه استبداد، یکی از زمینه هایی که به وجود آمدن استبداد خصوصا در ایران نظام دینی ما میباشد، همچنین نظام مهدسالار و پادشاه محور که در ناخودآگاه فردی و جمعی ایرانیان وجود دارد. رواج اندیشه جبرباوری که منکر خاص و عمل ارادی به عنوان عامل مؤثر در رفتار بشری و نیز تعیین و تغییر وضع اجتماعی و تاریخی را محال میداند، اون رو خارج از اراده افراد میدانه. همچنین سرسپردگی و نفی فردیت از جمله عواملی هستند که در طول تاریخ ایران سبب شکل‌گیری سخنان و امثالی شدن که اساس بسیاری از حرکت‌های اجتماعی و پیشرفت را سست کردن. همونطور که همه شما هم استدلال دارید، فرهنگ سیاسی کهن ایران بر پایه نظام خدابنده استواره و حرکت‌هایی که مانند مشروطه که شکل گرفت توسط همون مستبدان به بیراهه برده شد. مستبدان همونطور که آقای محمدی فرمودن استبداد فردی که در وجود تک تک ایرانی ها وجود داره و فقدان وجود نیروی ذهنی که مشوق مشارکت و همچنین کار جمعی در میان ما هست می باشه. وجود ریاکاری یکی از موضوعات مهمه که متاسفانه بسیار مخفور واقع میشه. وجود ریاکاری و منفعت طلبی در میان بسیاری از طبقه بدنی اجتماعی ایرانیانه و تلاش در جهت نزدیک شدن به هسته قدرت برای رسیدن به خواستهای فردی خود که یکی دیگر از عامل تولید استبدادی باشد. من زبان مثال های بسیاری هم هست در فرهنگ عامه، مثلا میگن مانند مثلا مورچه ها و زنبور ها غیر شاه دارن، پس ما هم باید نوعی شاه داشته باشیم و باز تولید آن در نقشی مانند ولایت فقیه که هر کاری که انجام دهد راه می باشد. همچنین سیستم حکومت مرکزی که در ایران وجود دارد و داشته، خودش این نوع استبداد تولید میکنه. زمانی که قدرت تقسیم نشه، قدرت به
میان مردم به طبقات مختلف وارد نشود، خودش موجب به وجود آمدن استبداد می‌گردد و عدم مشارکت مردم در اداره و حفظ جامعه و چیزهایی مانند محیط زیست و محیط زندگی. فرهاد عزیز در 2 دقیقه جمع‌بندی بکنم. چشم. حالا من یه مورد هم می‌خواستم. متأسفانه در نظام آموزشی ما که پایه حکومت ما در واقع هست، یکی از مواردی که بسیار مخفور واقع شده روی هوش هیجانی بچه های ما کار نمیشه. هوش هیجانی یا EQ یکی از موارد مهمه که میتونه جامعه آگاه و فرهیخته رو درست کنه. مثلا خودآگاهی، خودارزیابی، اعتماد به نفس، انگیزه برای پیشرفت و کار، آگاهی اجتماعی که خودش مثلا به شامل همدلی و آگاهی سازمانی، همچنین انگیزه خدمت، پرورش روحی انتقادی و همچنین انتقاد پذیری، اینا خودش موجبات وجود آمدن استبداد می شود. مهارت های اجتماعی مانند توان تأثیر گذاری، رهبری، ایجاد رابطه و کار گروهی، متاسفانه این موارد که عرض کردم خدمتتون در مورد هوش هیجانی. فرهاد عزیزم سپاسگزارم. جملتون رو تمام کنید. این مواردی که عرض کردم خدمتتون، اینا پایه های به وجود آمدن دموکراسی و باور آگاهانه در جامعه این باشد که متاسفانه در جامعه ما به علت اون نوع نگاهی که حکومت در میان جامعه تزریق کرده و بستری که برای غفلت از آن به وجود آورده، متاسفانه ما در این زمینه ها کمبودهای شدید و بسیاری داریم. شکرم که وقت رو در اختیارم گذاشتید. سپاس از شما. علیرضا عزیزم در قسمت اول نتونستیم استفاده کنیم، فرصت کوتاهی بعد از صحبت آقای آصفی به شما میدم. از حالا اعلام بکنم که این برنامه باز پخش میشه در کلاب هاوس، اما همچنان در واقع ضبط میشه. دوستانی که مایل باشن که صداشون بعدها تو کلاب هاوس کارش نمیشه کرد، ولی در شبکه های گذار پخش میشه، کوتاه‌تر میشه، اگر مایل باشن صداشون پخش نشه فقط یک پیامی به آقای بامداد مسئول اتاق بدن و ما اون رو در اونجا در نظر بگیریم. آقای آصفی عزیزم میکروفونتون رو باز کنید. دوستانی که در اینجا حضور دارن دعوت میکنم که در این بحث ادامه به بحث بدیم و مهمان نیستن. اگر بخوایم اینطوری بگوییم همه میزبان هستن. این که بعضی از دوستان از قسمت شنونده به دلایلی ممکنه در واقع نخوان بیان صحبت بکنن، به هیچ وجه به این معنا نیست که ما این عزیزان رو که سکوت میکنن و یکی یکشون رو میبینم که چند رازه حرف دارند و درد دارند برای بیان، امیدوارم که ترتیبات دیگه بدیم که از این عزیزان هم بشنویم، ولی پیام بگذارید برای ما، پیام بگذارید. اصلا ضرورتی نداره که حتی با اسم واقعی بیاد، منظورم عزیزانی که داخل ایران هست و در واقع وضعیت مشخصی، وضعیت بله نامشخصی استبداد بهشون تحمیل کرده. آقای حمید آصفی عزیزم با درود مجدد به شما، میکروفون رو باز کنید. در چارچوب همچنان استبداد، زمینه‌ها و چرایی، البته این بحث امروز خاتمه پیدا نمی‌کنه، ولی در مراحل بعدی بعد از این که ما یک مجموعه گفتاری در این را فراهم کردیم و منتشر کردیم و رایزنی کردیم، طبیعتاً می‌رسیم به راهکارها و طبیعتاً می‌رسیم به این که چه باید کرد که مبارزه نوعی صورت بگیرد که در نظامی داشته باشیم
که آن نظام نظام مردم سالار است. طبیعتاً افراد در اون نقش خواهند داشت. اینا مراحل بعدی است و ما میدانیم که گذار از یک نظام استبدادی چند هزار ساله دیگه هیچ گونه توجیهی نداره، اجتناب ناپذیره، فقط باید راهکارها رو با کمک و یاری یکدیگر پیدا کنیم. سپس از همه شما اعلام بکنم برنامه‌ای برای بزرگداشت دلاور بانو، روشنفکر، هنرمند، ژورنالیست، روزنامه‌نگار فرهیخته پانتا بهرامی در زوم برگزار خواهیم کرد به صورت زنده در همین ساعت 10 شب ایران روز یکشنبه. و البته دوستان عزیزی که از طریق زوم میتونن در برنامه شرکت کنن، از دوستان عزیز درخواست میکنم که حتما باشن. بزرگداشت انسانی را گرامی میداریم که در واقع نه تنها زندانی سیاسی بود از زمان دانشجویی دهه 60، بلکه بعد از اینکه به آلمان آمد و تحصیلات را ادامه داد، همچنان در راه حقوق زنان، حقوق بشر همچنان فعالیت کرد و متاسفانه سرطان او را از ما گرفت. بزرگداشت او را فردا یک شنبه برگزار خواهیم کرد. آقای آصفی عزیز، وقت همه عزیزان به خیر، آقای منوچهر، آقا رضا، آقای کابه، آقای کشیش و سایر دوستانی که من نمیشناسم و همه عزیزان در اتاق. آقا رضا، من چقدر وقت دارم؟ اصلا آمادگی این بحثی که شما داشتید، خب من انتهای بحث رسیدم، وقتم کمه، ولی میتونم روی یک موضوعی که نامرتبط هم با این تاپیک اتاق شما نیست صحبت کنم. اول بفرمایید من چقدر وقت دارم. پس بفرمایید، دعوت میکنم از شما وقتتون رو که حتما برای هفته آینده بگذارید، چون بسیار بسیار میخواییم از عزیزانی که در ایران هستن، روشنفکران، آزادی خواهان بشنویم. ولی الان با ما در جمع 8 دقیقه به نیم ساعتی که گفتیم وقت داریم، شما 5 دقیقه تو برمارد. چرا 8 دقیقه؟ چرا مثلا 10 دقیقه نشه؟ چرا 20 دقیقه نشه؟ نه، برای اینکه دوستان دیگر رو بهشون گفت. بفهمید شما چند دقیقه وقت میخواید؟ شما چند دقیقه شما وقت میخواید؟ گفتن که هم به اصطلاح آمادگی چیزی میخوام، هم اینکه بحث شدید نشه یا ابتر نشه. 100% نه، درست میفهمید. ببین، ما دو تا موضوع هست از خود صحبت های اخیر شما من وام میگیرم. یکی، ما این واژگان ما رو خودمه آتش تغییر که در ایران هست و اینکه چه باید کرد. یعنی مجدداً باید هی پیوسته برگشت به این داستان چه باید کرد لنین، که چه باید کرد واقعا. چون غالب فعالین سیاسی که خب عموماً هم روشن فکر هستن، واقعا اینه که آرام و قرار ندارن که چنین جنبش ها و اعتراض هایی که توی عرصه جامعه هست و مخالفت صریح هم با حکومت و تقاضای تغییر در بنیان اون میشه، به هر حال وجود داره و این روشنفکران و فاعلین سیاسی دوست دارن که این اعتراض ها به سرعت ارتقا پیدا بکنه، حامل شعارهای مستقیم سیاسی بشه، غنی و رادیکال بشه، تا آرزوها برآورده بشه. خب من میگم این یک انتظاری ناگفته اما مواج در هواست که خواستگاهی قابل درک برای خود من داره که تو تهران هم. جریانات روشنفکری و نیروهای سیاسی مخالف بنیادی با نظام و حکومت کنونی هست، اما یه مشکل پارادوکسی قال اینجا وجود داره و اون هم امتناع پراتیک رادیکاله که داستانش خیلی طولانی میتونه بشه، من ازش میگذرم. به هر حال این رودخانه مواج مخالفت با حکومت نتیجه پیوند دو نهر مطالباتیه که ذاتشون میشه گفت یکیه، مشترکاتی هم دارن اما متفاوتن.
اگر اون بخش نخست رو بگیم که بیشتر ماهیت طبقاتی میانه داره و بر بسته به مطالبات سرکوب شده طبقه متوسط اما رو به اضمحلال شکل گرفته و خمیرمایش هم خب آزادی های اجتماعی رونق حیات فرهنگی سیاستی نسبتاً دموکراتیزه رو دنبال میکنن و اقتصادی رو به توسعه متوازن رو. خب نهر دوم یا این شعبه دوم برمیگره به این مطالبات اقتصاد پایه و مطالبات مطالبه کننده که عموماً طبقات پول دست جامعه هستن که زیر یک فشار واقعا خورد کننده فقر مفرد دیگه به اصطلاح به حرکات تندن بایقات متوسل میشن. روشنفکران خب و نیروهای سیاسی با این دوتا جریان خب رابطشون چگونه است، چه میخوان بگن، چه چیزی دارن باشن؟ خب دوست دارن که به هر حال سوار شاید بر این موضوعات یا همسوی با این موضوعات قرار بگیرن. اما مشکلی که ما الان داریم توی کشور باز همون بحث امتناع پراتیکه، یعنی به صحنه نمیان. در واقع من دیگه نمیدونم چه جوری باید بگم که بر نخوره. و اینی که خیلی سریع هم سعی میکنن که به هر حال به این موضوع برسن که رأس حکومت رو بکوبن تو هم و اینکه به امید این هم نشستن که یک فقدان بزرگی در ایران شکل بگیره و اون فقدان نبودن رهبری آقای خامنه‌ای یا مسئله مثلا برجامیه که الان مثلا رو هوا بره و بعد یک وضعیتی بیاد که حکومت با کله بخوره زمین. حالا من قسمت برجامش کار ندارم، حکومت من میدونم به هر حال برای بقای خودش هم شده هر سازش نکبتباری هم شده انجام میده که بتونه داخل رو به هر حال نیروهای حداقل خودش رو حفظ بکنه. اما اینکه اگه واقعا این رهبری جمهوری اسلامی به عنوان نماد استبداد حاکم اگر چیز بشه فوت بکنه، جمهوری اسلامی دچار تغییر قدرت و فروپاشی میشه، من جواب آنی که میتونم بدم و یا دست به نقد میتونم بدم میگم فعلا میگم خیر، چون اون داربست ها و استخوان بندی که این قدرت رو تو دل جامعه مدنی ایران و اون چیزی که مانع از این شده که جامعه مدنی ایران با همه تنوعاتی که داره بتونه اراده خودش رو اعمال بکنه، خب با این با اعمال قدرت بی واسطه خدای خامنه‌ای که رخ نداده بلکه با یک اندامی از جریانات امنیتی نظامی پلیسی رخ داده که این کنترل رو دارن، بنابراین خلأ قدرت با فوت آقای خامنه‌ای هم اتفاق نمیفته مگر اینکه در درون این عوامل کنترل کننده که داره به طور ارگانیک کار خودش رو میکنه و در صورتی که این رهبری فعلی هم نباشه و رهبر بعدی که چیزی نمادین باد باشه براشون شک نگیره، یک اختلافات بنیادین شک بگیره که حالا جست و گروه هم این فایل ها و این افشاگری های هم که ببینیم میکنم بیرون، اون وقت شاید اون داربست ها و اون استخوان بندی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته از هم بپاشه و اونجاست که دیگه خلأ قدرت و بعد حالا اینجا این پرسش از خودمونی که خلأ به اصطلاح آلترناتیو چیه؟ آلترناتیو ملی چیه؟ یه بحث ریشه‌داری خب تو این رابطه زیاد شده، این بحث یه بحث ریشه‌داریه که حالا بازم من میتونم باز روی خود همین مسئله جنبشی بودن جامعه و جنبش‌هایی که در درون جامعه داریم میکشه میتونم روی این چیز کنم بحث کنم. خب در حال حاضر یک جریانی هم که بتونه، یعنی جریان منظور یک جبهه آلترناتیوی که بتونه این اعتراضات رو و این جامعه به جوش اومدن رو و به جنبش
آمدن رو بتونه خیلی منظم سازماندهی بکنه، حالا خیلی منظم باز منظور حزب لنینی نیست اینجا، و این آگاهی استراتژیک رو و این آگاهی خودآگاهی خرد اون استراتژی رو بس ایجاد بکنه، بس بده و اینقدر تو جامعه نفوذ داشته باشه که این مسئله رو عمومی بکنه، باز این فقدان رو آقا رضا ما حس میکنیم. بنابراین فقدان مسئله اصلی در ایران مسئله سیاست اصیله و روشنفکران و نیروهای سیاسی و افراد سیاسی به هر حال بسیارشون به اون آرمانهای دست نیافتنی رو بیشتر پیگیری میکنن تا یک عمل تراتیک راه گشایی رو که منجر به یک سیاست اصیل راهایی بشه. بحثا عموما از جنس توریک انتظائیه، کمتر تراتیک اپوزیسیونیه. اما اگر قرار باشه که این یه مسیر و کاتالیز رو، یعنی این نیرویی که بخواد بیاد در این مسیر یک نقش کاتالیزور برای ورود اون سیاست اصیل راهایی باشه و این مسئله پیچیده ای رو که الان ما باش مواجه هستیم، خب این واقعا به همون نیرو و به همون جبهه‌ای که ما در فقدانش داریم میناریم نیاز داره و که بتونم این اقتدار و استیگاه حکومت رو به یک نوعی به اصطلاح در هم بکوبه. این بحث این که میگیم چگونه میشود به این سیاست اصیل و پیش برنده بشه، این یک این بحث استراتژیه و بحث استراتژیه که گروه های سیاسی باید انجام بدن و این رو بتونن به یک برنامه و یک منظر و افق سیاسی به اصطلاح تبدیل بکنن و توافق بکنن. خب ما به یک همچین نیروی جامعه جنبشی ما نیاز داره، به نیروی احتیاج داره که آماده باشه که به دل جامعه بزنه، این آگاهی و توان رو خلق کنه، بس بده، توسعه بده، بازسازی بکنه. خب این کجاست؟ این مستلزم یک توافقه. این توافق قطعاً و یقیناً برای اون جریاناتی که میخوان داخل ایران و حتی نیروهای شریف بیرون ایران شکل بگیره، این هزینه داره، مسئولیت زاست که در حال بشود این چشم انداز استراتژیک متفاوت رو در فضای ایران به اصطلاح شکل داد. یکیش حالا همین دیگه من تمام برم رو به پایان بس، این مسیر جنبش های اجتماعیه که من خیلی امید دارم به این شرایط جنبشی ایران و استفاده می کنم از بحث موفه و لاکالو او که اشاره می کنن به اون بحث ها. این جمهوری اسلامی هم بهتون بگم اینقدر این باشگان خراب کردن و از انقلاب می ترسید اسم بیاریم، وقتی اسم پوپولیسم میریم زود میگن عوام فریبی، در حالی که اینا همه شون توی واژگان ادبی از چیزای سیاسی اینا جایگاه دارن. خانم موفه وقتی مطرح میکنه بس هست که در رابطه با اروپا است، ولی میتونیم این رو به یک نوعی در رابطه با ایران هم تأمین بدیم. ایشون معتقدن که این احزاب کلاسیک امکان صلاحیت اخلاقی اجتماعی خودشون رو تو اروپا از دست دادن و خودشون به وضع موجود تبدیل شدن. بنابراین ما داریم میریم به یک وضع پوپولیستی، ایشون داره میگه. خب این وضع پوپولیستی یعنی هم پوپولیست راست هست هم پوپولیسم چپه که در صحنه هستن، ولی بیشتر منشأت ایران رو یک پوپولیسم چپ نه به مفهوم باز مارکسیستی و اردوگاهیش، بلکه چپ به مفهوم رادیکال، نقد رادیکال از شرایط سیاسی، شرایط اقتصادی. و ما باید به این لحظه پوپولیسم دقت کنیم، اون لحظه پوپولیسمی که در ایران داره میاد و این میتونه به هر حال این که به چه ترتیبی میشه این بسیج ها و این جنبش ها رو در یک موقعیتی که اون رخداد میخواد رخ بده، مثل همون بحث جنبش های اجتماعی، این رو بتونه به اصطلاح یک جهتی بشه بده. من با همه
مؤلفه های ناامیدی که زیاد هست تو جامعه ایران، ولی خودم معمولا تو نگاه تحلیلیم به جامعه ایران نگاه مؤلفه های امید رو بیشتر میبینم و جریانات روشن فکری، ادیت جامعه، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی به نظر من نیرومندن به طور بالقوه. و بنابراین به واسطه همین زمینه دلیلی برای ناامیدی نمیبینم. در مورد اون نیروی اجتماعی، اون نیروی اجتماعی که باید خلق بشه، الان این ساعت، این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم، خب نه، بی نفسه وجود نداره. و من تو این جریانات کلاب هاست و جاهای دیگه سیر میکنم، اپوزیسیون های مختلف رو رصد میکنم، با خیلی هاشون از عزیزان دوستم، خود آقا منشد میدونه، آقای کابر عملگری میدونه. خب بحث ماست، همش میگن ما، این مایی وجود نداره، این ما باید فرق بشه. چرا؟ این یک گروهی، یک جناحی میاد میگه ما سنفیم تو همین جنبش ها، خب با در سنف خلق بشه. گروهی میاد میگه ما در یک استراتژی میخواییم خلق کنیم، گروهی هم میاد در ابعاد ملی یک راهکار استراتژی بزرگ ملی رو میخواد تأسیس بکنه. ما این که اینجا صحبت میکنیم یک بحث فرضیه، ما این وجود نداره. این عرضم رو چجوری تمام بکنم که موجب گله‌مندی دوستان نشه؟ یعنی میخوام بگم که این حالی بحثا... شما راحتید آقای آصفی، به خوبی از شما میشنوید. خواهش میکنم، الان تمام کنم. به هر حال میخوام بگم منشر جان، ما در معرض آقای کاوه آهنگر، در معرض یک چرخش دورانی در ایران هستیم و به تناسب این چرخش دورانی، این نیرو و نیروی جدید باید حتما بیاد به صحنه. اون ائتلاف و بلوک تاریخی که گرامشی میگه، زنده یاد گرامشی میگه، و این رو باید مشخص کنیم که چی میخواد بشه. به هر حال ما بارها گفتم در بنبست داریم صحبت میکنیم و اصل سیاست رهایی هم اتفاقا باید در بنبست شکل بگیره، ولی در زمانی که بنبستی نباشه همه سیاست ندارن، همه راه بازه، همه میتونن کار خودشون رو بکنن. باز این حرف شاید تکراری باشه، ولی این اواخر یک جمله از مارکس پیدا کردن، جمله بسیار درخشانی که من خیلی ازش لذت میبرم، که شاید یکی از دیالکتیک ترین جملاتی که تون ایام اخیر آدم میشنوه، که اونجا که میگه که هر زمان که مشکلات بروز میکند به معنی این است که راه حل ها هم پیدا شده است. معنی این حرف این است که تا وقتی که راه حل نیست، یعنی ما متوجه نمیشویم که این مشکل مشکل است، وقتی میفهمیم که راه حل بدیلی هم وجود دارد، معلوم میشود که این مشکل پس یک مشکلی است. خب ما الان به اجمال و در کلیت راه حل ها رو میدونیم، عموما میدونیم، اما برای اینکه این فهم نظری به یک عمل، به یک پراتیک تبدیل بشه، یه مقدار راهمون دشواره و میتونیم از برخی از برحال پیشینیان و پیشکسوتان و جریانات پیشرویی که انسانهای بزرگی رو هم در پهنه سیاست ایران خلق کردن درسهایی رو یاد بگیریم. من فکر کنم طولانی میشه، اگه بخوام ادامه بدم همینجا قطعش میکنم. خیلی متشکر. سپاس از شما. مطمئنم دوستان دیگر عزیز که چه در قسمت سخنگو و چه در قسمت در واقع شنونده بودن، مطمئنا تمام این صحبت‌ها را به گوش جان می‌شنوند.